ریاست محترم امور استان‌های فدراسیون فوتبال جناب آقای عبدالکاظم طالقانی هستند. آقای عبدالکریم، با سلام احترامم به اطلاع می‌رسانم جهت تجلیل از رؤسای هیئت‌های فوتبال کشور جلسه‌ای در استان خراسان رضوی برگزار میشه که بابتش قراره که تعداد 896 تا کارت هدیه رو در اختیار شما قرار بدیم که به اونها تقدیم بکنید و ازشون تقدیر بکنید. گفته میشه حق عیاب و ذهاب و مجموعه چیزاست و هر سال هم اتفاق میافتاده، نه که 896 تاشو به یه نفر، این 896 تا رو تقسیم بکنن بین اعضای هیئت. این نامه آقای کشوری فرد هست به عنوان دبیر سازمان لیگ فوتبال کشور که از طرف جناب آقای حیدر بهاروند زیر نامه آقای عبدالکریم طالقانی امضا شده. حالا چند تا نکته. یک، بحث این که آقا نامه رسمی توش مالی چه شده آقای عبدالکریم. حالا خیلی ذره‌بین روش نمیگذارم، این یه ایراده که آقای عبدالکریم از طالقانی اصلا نداریم، ولی به هر ترتیب صدای آقای طالقانی هست که تایید کردن این کارت هدیه ها رو دریافت کردن. بچا صدا رو الان بریم، صدا رو من توضیح بدم کامل، من فکر کن توضیح بدم کامل بعد صدا رو بشنوید. نکته دومی که هست، امضای قبلش این 896 کارت هدیه است. بر اساس قانونی که سال 97 به تصویب رسیده و باید هم اجرایی بشه که من الان دقیق عنوان قانون رو هم خدمتون عرض میکنم، طبق قانون بودجه سالانه کشور از سال 97 هیچ نهاد دولتی حق دریافت کارت هدیه رو نداره. خب این قانون از سال 1397 تمام تشکل‌های دولتی از دریافت، تاکید می‌کنم از دریافت کارت هدیه منع شدن. یه قانون دیگه داریم، کارمند دولت یا نهاد دولتی نمیتونه در بخش خصوصی مأمور بشه، که این خیلی اتفاق مهمیه که داره میفته توی سازمان لیگ. خود آقای کشوری فر به عنوان کارمند وزارت ورزش و جوانان. و قانون بعدی، فدراسیون باید بابت درآمدهای خودش مالیات بده. حالا توضیحاتی که آقای درودگر داشتن و باز هم صداشون هست، گفتگو که با حسین شریفی انجام دادن، رادیو گفتگو، در ادامه برنامه تقدیمتون میکنیم، اشاره کردن که آقا فدراسیون فوتبال یک محل درآمد داره که 10% از درآمدهای سازمان لیگه و این قانونی برای فدراسیون تعریف شده و این 896 کارت رو از محل اون 10% گرفته. سوال اینجاست که این مبلغ به کدوم حساب فدراسیون واریز شده، چون فدراسیون طبق این قانون باید بابت درآمدهای خودش مالیات بده. یک. نکته دومی که هست اینه که مگر بر اساس قانونی که در واقع قانون بودجه کشور تصویب کرده و تایید کرده سال 97 نباید هیچ سازمان دولتی، که حالا در مورد این دولتی حرف دارم، دریافت نکنه کارت هدیه. میتونه کارت هدیه بده ولی نمیتونه دریافت بکنه. حالا شاید بپرسید که آقا فدراسیون فوتبال که دولتی نیست. دقیقاً دولتی نیست، حق با شماست. فدراسیون فوتبال در اساسنامه‌اش اومده که یک سازمان عمومی غیر دولتیه. تبصره ماده 5 قانون محاسبات کشوری میگه که نهادهای عمومی غیر دولتی میشن هلال احمر، میشن شهرداری ها و و و و فدراسیون های آماتوری. خب حالا یه قانون دیگه هم هست که قانون، فکر میکنم قانون پنجم توسعه است، که اشاره میشه درش که ما اصلا ورزش حرفه‌ای در کشور نداریم و اصلا اساسنامه ما اساسنامه فدراسیون های آماتوریه که الان تمام فدراسیون های ما اول بر اساس اون اساسنامه و بعد بر اساس اساسنامه خودشون به شکل مجزا و فدراسیون جهانیشون دارن فعالیت میکنن. با توجه به این دوتا قانون، فدراسیون فوتبال درسته که نهاد عمومی غیر دولتی هست، ولی در بخش هایی باید تبعیت بکنه از قوانین کشوری. این در واقع روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مربوط به ثبت شرکتی که صورت گرفته برای سازمان لیگ، که ثابت میکنه سازمان لیگ یک نهاد خصوصی به حساب میاد، جدای از فدراسیون فوتبال، با حق امضاهاش رو توضیح میده، اینکه اگر بخوان پرداخت بکنن مبلغی رو یا سند مالی واسهشون ثبت بشه حتما رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل باید امضا بکنن و اینا. خب همه نکاتی هست که قابل بررسیه. حالا در مورد این کارت هدیه‌ای که پرداخت شده الان چند تا علامت سوال بزرگه. یک، فدراسیون چرا کارت هدیه دریافت کرده؟ دو، به کدوم حساب؟ سه، بحث مالیاتش چی میشه؟ چهار، طبق قانون آقای کشوری فر چطور در حال حاضر همچنان از بخش دولتی مأمورن به بخش خصوصی و دارن فعالیت میکنن؟ و اتفاقا چند وقت پیش که خبرهاش هم احتمالا دیدید و شنیدید، خبرگزاری مختلف انعکاس پیدا کرد، آقای بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ خواسته بودن که ایشون مدت مأموریتشون تمدید بشه. چه حساب؟
چرا و این همه سوالایی که ما داریم. اون دوتا صدا رو بشنویم، آقای طالقانی در مورد کارتدی ها و آقای درودگر در مورد کارتدی ها که گفتگو کردن با رادیو گفتگو با حسین شریفی. بشنوید. آقای درودگر، قصه این 896 عدد کارت هدیه چی بود؟ من سوال کردم از مسئول مالی و ایشون توضیح کامل به من داد. گفت که اولا که اگر نامه رو ملاحظه کنیم مال برج 8 16 8 98. بله آقای بهاروند ماه 10 اومدن توی تلسون. بله. زمان آقای تاج بوده و آقای تاج یک بر اساس عرفی که همیشه، چون میدونی رؤسای هیئت ها حقوقی دریافت نمی کنن، بر اساس عرفی حق عیاب و زهاب پسی به اینا داده میشه. آقای تاج از محل 10% فدراسیون و 2% قرارداد ها یه دریافتی هایی از سازمان لیگ دارن دیگه، اون دیگه به ما مربوط نمیشه. یه نامه نوشتن گفتن این رو تهیه کنید و بدین به امور استانهای ما اینا توضیح کنید. من دلیل رو متوجه شدم، فقط توی فرایند من مشکل دارم. ببینید آقای تاج یه نامه میزنه به آقای بهاروند، میگه آقای بهاروند این مبلغ رو پرداخت کن. آقای بهاروند میاد کارت هدیه میخره میده به آقای طالقانی. پس اینجا حساب فدراسیون فوتبال، حساب سازمان لیگ، تراکنش بین این دوتا حساب چی میشه؟ ببینید سازمان لیگ یکی از عناصر و اجزای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هست و مسابقات رو برگزار میکنه. یه لیستی رو فدراسیون فوتبال با این نامه تهیه کردن که لیستش هم مسئول مالی من گفت آقا موجوده، ما اینو داریم. که این لیست رو دادن گفتن به این صورت این کارت هدیه تهیه بشه و توزیع بشه. آقای طالقانی، یه بحثی بود در مورد یک نامه‌ای که آقای بهاروند زده بودن به شما و گفته بودن که آقا برید 896 تا کارت هدیه رو تحویل بگیرین. قصهش چی بودون؟ اولا اون نامه به نام کیه؟ میشه بخونید اسمش؟ الان بله بله، آقای جناب آقای عبدالکریم طالقانی، رئیس محترم امور استانهای فدراسیون فوتبال. عبدالکریم که من عبدالکاظم. ای پس این کی بوده؟ من همین میگم عبدالکریم که. اصلا قصه خیلی پیچیده تر شد. رقم هایی رو که هیئت های فوتبال استانها به عنوان عیاب و ذهاب هر 6 ماه یک بار رئیس فدراسیون به اینا پرداخت میکنه، از سال 90 هم این موضوع اصلا بحثی هم نداریم. آره این موضوعش اینه. خب نه اگر هم این کارتا رو دادن میدونم این که اصلا این نامه به اسم شما نبوده، به اسم یه آقای عبدالکریم نامیه که نامه از کجا ایشون هم رئیس کردن. خب من نامه که به اسم خودم هست. میدونم شما این نامه رو نداشتین، یعنی ندیدینش. نه چرا دیدم، ولی نه به اسم عبدالکریم، عبدالکاظم نوشته. آقا اینا ناش حالا نمیدونم چطوری شده اینا هاشش. این نامه اینجاست. نه دیگه این اصل نامه است. نه موضوع این به اصطلاح چیزا، نه من میگم که اگه ببین من عیاب ذهابیه. خب باشه اینو باید فدراسیون بده. اینو باید فدراسیون بده که توی سندها و ترانزکشن مالی ثبت بشه. این پول رو ما بابت هزینه هامون میتونیم از به اصطلاح سازمان لیگ هم قرض بگیریم، اونا به ما پرداخت میکنن و من میگم پرداخت بکنن بشینه تو بشینه توی حساب. بله همین بشینه... فکر کنم نه 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 ببینید آقای ببین. حالا اینکه آقای کشوری فرم امضا کرده، این باید ما ببینم نشسته. من آره نمیدونم من پولی که به من تعویض اینا هفته دارم. بعد اینا هفته بعد من از شما پیگیری میکنم که ان شاء الله پاسخ روشن بشه. آره آره خیلی متشکرم.